شکر بنمایه کوباست. اینجا ضرب المثلی هست که میگوید شکر نباشد کشوری هم نخواهد بود. اما امسال برداشتن شکر تا سطحی بی سابقه کم شده. شکر ستون اصلی اقتصاد کوباست. اهمیتش برای مردم جزیره کمتر از تنباکو نیست. ولی یک سری عوامل صنعت شکر رو به مرز ورشکستگی رسونده. به خصوص کمبود سوخت و سالها بیتوجهی به سرمایه گذاری در این بخش. مانوئل گوسمن میگوید وقتی کامیون و سوخت کافی نباشد مجبوریم کار را برای روزهای متمادی تعطیل کنیم. این وضعیت را چند دهه تحریم آمریکا بدتر کرده. میگوید کوبا نیاز به شکر دارد. قطعا نیاز دارد، حداقل برای نوشیدنی مشهورش رام. اما مشکل اینجا تنها تحریم های آمریکا نیست. سوء مدیریت سیستم اقتصادی متمرکز کوبا هم مزید بر علت شده. در این کارخانه نیشکر قرن 19 در سین فیگو همه تجهیزات فرسوده و خارج از رد است. با این هم این یکی از حدود 20 کارخانه فعال در این جزیره است. زمانی باور کردنی نبود، اما حالا کوبا برای رفع نیاز داخلی شکر وارد می کند. از کسانی که شکر کافی در اختیار دارد، مارتین نیزاران است. از نسل جدید کارآفرینان کوبایی که کارخانه تولید ماست و بستنی دارد. تولید مواد غذایی در بخش خصوصی تغییر بزرگی در کوباست که رئیس جمهوری هم آن را به عنوان الگویی برای آینده ستوده. این سیستم سرمایه داری است، ساده و خالص. فارغ از اینکه صاحبان کسب و کارها چه شعارهای انقلابی می‌دهند. حکومت هیچ وقت پیشنهادی به من نداده که ازش سود اقتصادی ببرم. با من هم مثل همه کارآفرینای بخش خصوصی برخورد میشه. هیچ امتیازی نبوده. با تورم رو به افزایش، حکومت کوبا قیمت سوخت یارانه ای را 5 برابر کرده. شهروندان معمولی میگویند از زمان جنگ سرد تا حالا وضعیتشان اینقدر بد نبوده و نتیجه انتخابات آمریکا هم امیدی به این مردم نمیدهد. هر کدام از نامزدها برنده شوند، از فشار تحریم ها بر کوبا کاسته نخواهد شد. اما مشکلات کوبا فراتر از اختلافاتش با کاخ سفید است. با کارخانه های نیمه فعال شکر، روح کوبا در حال از هم پاشیدن است. تجارتی پرنامونشان که حالا شبحی لرزان از آن مانده.